سلام و درود بر شما. مریم فرمولی هستم و با یکی دیگر از برنامه های طبی نبض در خدمت شما عزیزان قرار دارم. نخست مرور بر داشته های برنامه ما. در این برنامه از رابطه تغذیه و دوران بارداری صحبت خواهیم کرد. دکتر همایون لودین تاثیرات غذا بالای کم خونی را بررسی می کند. همچنین به شناخت غذای کامل در این برنامه می پردازیم. غذای کامل چیست؟ در بخش رازهای زنان می پردازیم و بیماری کیست زنان. و در آخر علاقمندان طراوت و زیبایی چگونه ناخن‌های مستحکم داشته باشیم. ما در برنامه نبض به سلامتی شما فکر می کنیم. برنامه غذایی دوران بارداری باید شامل تمام مواد غذایی مورد نیاز مادر و جنین باشه. غذاهای مادر را باید در انگام کامل دارن استفاده کنند تا که غذای عمو مواد مورد نیاز مادر و طفل مرفوع بسازه. به خاطر که داشتن رژیم غذایی مناسب در زمانی که یک خانم عمل داره رابطه مستقیم بر سلامت جسمی خود مادر و طفل که در بطن مادر است داره. همکاران ما یک بسته تصویری بسیار مفیدی را در این مورد آماده کرده با هم یک جا میریم و میبینیم. دوران بارداری و بهترین برنامه غذایی. برنامه غذایی بارداری و تغذیه مناسب دوران بارداری بسیار جدی و مهم است، چرا که با دانستن بهترین ها و بدترین های تغذیه برای این دوران نتیجه مستقیم بر سلامت مادر و نوزاد خواهد داشت. همان گونه که گفته شد، تغذیه مناسب در دوران بارداری بیشتر از هر زمان دیگری در زندگی یک زن حائز اهمیت است. یک زن باردار باید رژیم غذایی خود را به نحوی تغییر دهد که به این نیازها به خوبی پاسخ دهد. تغذیه مناسب برای زنان باردار. زمانی که خانم از بارداری خود مطلع می شود، باید با دکتر خود و یا دیگر متخصصان سلامت جهت تهیه برنامه غذایی مناسب برای خود و فرزندش مشورت کند. زنانی که لاغر اندام هستند اغلب نوزادان با وزن کم به دنیا می آورند. این در حالی است که زنان که اضافه وزن دارد در معرض خطر دیابت حاملگی هستند و فرزندان با وزن زیاد به دنیا می آورند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اغلب نوزادانی که با وزن خیلی کم و خیلی زیاد متولد می شوند با مشکلات جدی مانند اختلالات تنفسی دست و پنجه نرم می کنند. مهمترین گروه غذایی برای جنین که در حال رشد است پروتئین هاست، زیرا پروتئین باعث تشکیل رشد بدن جنین می شود. ما به مادران توصیه می کنیم روزانه از گوشت سرخ و تخم مرغ استفاده کنند. توصیه بر مصرف مواد غذایی از هر چهار گروه غذایی است. پرهیز مادر در این دوران باید از غذاهای تند ترش و ادویه‌دار و همچنین نوشابه های گازدار باشد. باعث ترشح بیش از حد اسید معده می شود و احساس سوزش معده را افزایش می دهد. افرادی که بیشتر دچار حالت ده و خصوصا در 3 ماه اول بارداری می شوند باید از مصرف غذاهای پرحجم و چرب خودداری کنند، زیرا حالت ده را افزایش می دهد. بعد از دیدن بسته تصویری حالا من مطمئن هستم که شما فهمیدین که ارزش داشتن یک رژیم غذایی مناسب برای یک خانم که عمل داره چقدر خوب و مفید است. یک خانم که عمل داره باید بدانه که کدام غذاها جز بهترین غذاها در زمان بارداری و کدام غذاها هم جز بدترین غذاها در زمان بارداری است، تا که بتانه از غذاهای استفاده کنه که هم به خودش مفید باشه و هم به طفلش. یک خانم حتی انگامی که پیش از اینکه عمل می داشته باشه میخواد بگیره باید نزد دکتر صایبای نسای ولادی مراجعه کنه تا که یک رژیم غذایی مناسب برش توصیه کنن و مطابق از او رژیم غذایی مناسب پیش برن تا که یک طفل صحتمند در آینده داشته باشن و خودش هم دچار کمبود مواد غذایی و مواد مفید در انگام بارداری نشه. حالا با هم یک جا یک وقفه بسیار کوتاه را تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. رسیدیم به بخش بازار سلامت، بخشی که ما نظریات مردم خود راجع به موضوعی که در برنامه انتخاب میکنیم می داشته باشیم. در برنامه خود ما نظریات مردم ما را راجع به کمخونی داریم. با هم یک جا میبینیم که مردم ما راجع به کمخونی چقدر معلومات دارن. آیا میفهمن که دلیل کمخونی چی است؟
چرا خانم ها نظر به مرد ها زیادتر کم خون هستن و دلیل از اینکه چرا اینا زیادتر کم خون میشن چی است؟ تمام اینا را با هم یک جا در بسته تصویری میبینیم و دوباره برمیگردیم. بله، فعلا خودم دختر کم خون هستم. آوردیم اینجا خون تیر کنیم برش. باعث کدام مشکلات شده ای کم خون؟ مشکلات که خودش بی احتیاطی کرده. به خاطر از اینکه زمانی که فرشویی کرده، گران قیل کرده و روی نمی و روی چیشش در خودش کم بی احتیاطی کرده، به خاطر از او کم خون شده. کم خونی علائمش بیشتری است همشیره. ضعف بدن است، زرد شدن رنگ است، رنگ پوست، رنگ جلد، ناخونا زرد میگرده. علائم میشه که از علائم میشه نمی باشه. چی فکر میکنین دلیل کمخونی چی باشه؟ دلیل کمخونی کمبود مواد غذایی، کمبود سبزیجات، کمبود میوه‌جات. راجع به کمخونی همه میدونن که مریض کمخون شه به اشتها میشه، کسل میشه و فشارش رو خود میکنه، دلایل زیاد داره. دیگه کمخونی در فامیلا اکثر از کمبود مواد غذایی مکمل است که اوگر از میوه‌جات است، سبزیجات است، آهن است. آهن در سبزیجات میوه‌جات زیاد میشه، به مثال در گندنه، در سیب، اینا در گوشت آهن زیاد داره، از این استفاده کنن. شما راجع به کمخونی چی میفهمید؟ خب اول سلام به دیگران. خب کمخونی اول که از چهره فامیده میشه، کاملا خاصف چشما رنگش زرد می باشه، سرای انگوش که صورتی می باشه و کاملا سفید. دیگه کمخونی خب حیات اول ربط، اما حیات منیش خون است دیگه. معلومات دارم که از ما اول خودم از طفلکم از تقریبا سنش 10 سالگی رسیده کمخون از بسیار ضعیف است. چندین دفعه در این باره رفتیم پیش دکتر مراجعه کردیم. خویلت شک شمیست که فامیلای ما اقتصادش ضعیف است و از اقتصادی مردم خوب نیست، مثلا که از میوه‌جات و از سبزی پالک و از این چیزا استفاده کنن. بالاخره امروز خدا که چیزی که پیدا میکنن به اون صورت نیست که او بتانه جلوگیری از کمخونی کنه، چون غذایی که لازم از برشان اونو به وقت و زمان محصر نمیشه که اونو استفاده بکنن. به این خاطر همه مردم رو که ما میدونیم تقریبا 90% مردم افغانستان ما و از اقتصادی ضعیف هست، اونا همه کمخون هستن. رسیدیم به بخش تخصص و ما همراه خود دکتر صاحب همایون لودین رئیس بخش تغذیه صحت عامه را با خود داریم و قرار است که راجع به کمخونی به شکل تخصصی آن صحبت های با ما داشته باشند. خوش آمدین دکتر صاحب. خوش باشید. من هم خوش هستم که امروز به برنامه بسیار مهم همراه شما هستم و با خانم های ما و خانم های عزیز کشور ما که همیشه رنج میبرند از کمخونی امروز بحث میکنیم. دکتر صاحب خوب است که شروع کنیم از اینجا که یک دختر و یک خانم از کجا بفهمه که کمخون است؟ اصلا کمخونی ما میتونیم از دو طریق پیدا کنیم، اما قبل از او ما خود کمخونی را یک کمی تشریح میکنم که چرا خود کمخونی چی است؟ در خون ما یک ماده داریم که او را هموگلوبین میگن و اما خود هیمش آهن است. بله. وقتی که ما امو رنگ سرخ خون میبینیم، او به علت امی خود هموگلوبین است که او را رنگ سرخ دادن و ماده بسیار مهمی خون است. دیگهش پلازما است که مایع هستند. این هموگلوبین وظیفه دارن که اکسیژن ببرن تا حجرات و در حجرات تمام موادی که ما میخوریم او را به احتراق برسانن و بالاخره ما از او انرژی بگیریم. امی که حرکت میکنیم، امی که گپ میزنیم، امی که ما روزمره فکر میکنیم، درس یاد میگیریم و همچنان قضاوت میکنیم، همه برکت امو اکسیژن است و امو انرژی که به احتراق رسیدن برکت اموست. بالاخره میایم که همه برکت هموگلوبین و آهن است و بالاخره امو غذایی که در او آهن وجود دارن برکت امو غذا است. اگر ما به طریقی درست بگیریم به این معنی که کمخون نیستیم. اگر به طریقی درست، به اندازه درست نگیریم، تمام کمخون میشیم. یعنی که یک شخص یا یک دختر و یک خانم در حافظهشان ضعیف است و کنده است، این هم دلالت به این میکنه که شاید کمخون باشه. بلکل، بلکل. مثل گفته شما اکسیژن به حجرات نمیرسه و فعالیت درست خود انجام نمیده. بلکل، وقتی که حجرات انرژی خود را به دست نیارن
دماغ تصمیم گرفته نمیتونن، قضاوت کرده نمیتونن و حتی ما میتونیم بگیم که جنگ امروزی ما شاید علتش کمخونی باشن. بله. چون نمیتونن که درست تصمیم بگیرن و اما محبت و انسی که یک انسانیت دارن او را نمیتونن که از او درست استفاده کنن. این هم علتش غذای نادرست است. نمیم سوال شما که گفتین کمخونی چطور بفهمیم که ما کمخون هستیم؟ بله. ما دو راه داریم، یک از طریق لبراتوار. معمولا در لبراتوار وقتی که خون معاینه میکنیم اوجا هیموگلوبینش تعیین میشن که اگر از 13 در مردا و 12 و 11 و نیم در خانما و دخترها اگر از این کمتر بود این کم خون هستند. اما علائمش بسیار زیاد است که ضرورت نداریم که ما تا لبراتوار بریم. اولین علائمش خستگی است. وقتی که یک دختر یک خانم خود ببینه که خسته است، زله است، علاقمند نیست تا کار کنن، علاقمند نیست تا درس بخونن، این همه علتش کم خونی است. همچنان یک علائمی بسیار مشهور است که شما خوبتر او را در خانه و در خانم های مختلف دیدین، ما او را پیکا میگیم. پیکا او را میگن که دخترها و خانم ها خاک میخورن یا یخ میخورن، خاک میخورن، گلسرشوی میخورن، این همه نشانه کمخونی است. همچنان وقتی که ما حتی میگن که کمخونی به حالتی میرسن که قلب نمیتونه که خون به درستی پمپ کنن و این شخص حتی در حالت استراحت احساس میکنه که من تکلیف قلبی دارم. بله، چون ضربان قلب زیاد میباشه. یعنی این همه بالاخره همون کمخونی است. شما نه تکلیف قلب شد نداشته باشین، شما و یا خانمایی که دختر خانم ما بالخاصه وقتی که احساس خفگان میکنه، وقتی که احساس خستگی میکنن و علاقمندی ندارن، حافظیش ضعیف است، نمیتونه که درس یاد بگیرن، اینا باید بفهمن که من کمخون هستم. دکتر صاحب، امی که در اواخر اقدر بین خانم ها و دخترها افسردگی هم زیاد است، شاید یکی از دلایلش هم کمخونی باشه. بالکل بالکل همینطور است. ما حتی ارقام داریم در کشور که به از زیاد خانم ها و دخترها به تکلیف کمخونی مبتلا هستند. پس دکتر صاحب، در کل چند فیصد از دخترها و خانم ها به کمخونی مبتلا هستند نظر به تحقیقات که شما انجام دادین؟ در سروی ملی تغذیه که در سرتاسر کشور ما او را اجرا کردیم، او نشان داد که حتی 41 فیصد خانم ها کمخون هستند و 41 فیصد به این معنی که در هر 5 خانم دویش به کمخونی مبتلا هستند و دخترهایی که باید از 20 فیصد کمتر می بود یا هیچ کمخون نمی بود چون جوان است، زیاد کم دارن و دسترسی به غذا دارن، اما متاسفانه 31 فیصد دخترهای جوان ما به کمخونی مبتلا هستند که یک از حالاتی هستند که ما باید سرش فکر کنیم و به خانواده ما معلومات بدیم که وضعیت از این قرار است. ما وزارت صحت عامه و خانواده مشترکاً باید جلویش بگیریم، ورنه این حالت ما چی میگیم؟ سیکل معیوبه. به خاطر اینکه دختر بالاخره مادر میشن و مو مادر یک شخص که در آینده کشور برای ما شما تقدیم میکنن که اطفال هستن، اگر مادر کم خون باشن طبعا طفلش کم خون است. نو ما وقتی که یک طفل در بطن مادر باشن در جریان بارداری، اگر مادر کم خون است طفل در نو ما کم خون رشد میکنن. وقتی که تولد میشن او طفل کم وزن و کم خون به دنیا میاین. تا 6 ماه طفل غیر از شیر مادر دیگه هیچ چیز نمیمکه، اما اگر مادر کم خون باشه باز هم طفل شیری میگیرن که از مادر کم خون هستن. بله. این همه باعث میشه که امو طفل کلان شما باز یک دختر میشن، امو سکر معیوب انتقال کردن. حرفای ما با دکتر صاحب ادامه داره، اما بعد از یک وقفه بسیار کوتاه. دوباره خوش آمدین به برنامه ما. خب دکتر صاحب، دلیل اصلی کمخونی چی است؟ اصلا کمخونی 3 دلایل عمده دارن، بالخاص در خانما. اولین دلیلش عدم استفاده غذای متنوع است و یا غذایی که مواد دارن مانند اهن. گوشت فعلا ما میبینیم که اهنی که در گوشت وجود دارن
اکثریت او جذب میشن. قبلا مفکوره قسمی بود که پالک بله بله دکتر، اما حالا فکر کنم که میگن امی گوشت سرخ بیشترین آهن داره و جذبش هم سریع است نسبت به ترکاری. بالکل، اگر در کل بگیم تمام مواد حیوانی نسبت به مواد نباتی آهنش زیاد است و قابل جذب است. بله. اما ترکاری و سبزیجات هم آهن دارن. خانوادی که کمتر از سبزیجات استفاده می کنن و یا گوشت کمتر می گیرن، اینا اکثرا به کمخونی مبتلا میشن. اولین علتی کمخونی عدم استفاده از مواد غذایی غنی از آهن هستن. آهن است، بله. دوم ضایعات هستن. عمدتا در دخترها ضایعات شروع میشن و هیچ وقت ما متوجه اونا نیستیم که اونا باید غذای بیشتر بگیرن، بلخواست غذای بگیرن که غنی از مواد غذایی که اهم داشته باشن او را بخورن، در حالی که ما در فامیلا و در دسترخان که میشینیم مانای مساوات ما در پیش خود میگیریم، در حالی که هر شخص به اندازه ضرورت خود ضرورت به غذا دارن. به این خاطر است که اولین ضرورت ما باید خانما حامله و شیردی باشن، در قدمی دوم اطفال کمتر از 2 سال و در قدمی سوم دخترای جوان هستن، بعد از اون مردا و خانمای کاهل هستن. نو دلیل دومش ضایعات هستن که هر ما ضایعات دارن و او بالاخره باعث میشه که به کمخونی مبتلا شون و ما نتانیم معلوماتی که برای دخترها ضرورت باشند برایشان نرسانیم و اونا بدیلش نگیرن. هر قدر که ضرورت داره مقدر غذا باید زیادتر بگیرن. بله. دلیل سومش ضرورت بیشتر است. ضرورت بیشتر به این معنی وقتی که یک خانم در جریان حمل باشن، ما و شما و دخترای کاهل و یا مردای کاهل در حدود 9 الی 11 میلی گرام آهن ضرورت دارند، در حالی که یک خانم حامله در حدود 27 میلی گرم 3 برابر اضافه تر ضرورت دارند. نیجا نیازمندی بلند میرن اما در غذا نمیتونن به او اندازه آهن بگیرن. علتش هم ایست که مادرهای و بلخواست خانمهای حامله زودتر به کمخونی مبتلا میشن و این دلیل سومی کمخونی هستن که ضرورتش وقتی که بلند رفت بلاخره کمخونی واقع میشن. ما و شما یک دلیل عام میبینیم که خانمای حامله میگن وقتی که از زمین بالا میشم سرم چرخ میخوره و دوباره چشمایم سیاه میشن و از کمر دردی و پای دردی شکایت میکنه. این همه علائم کمخونی هستن. عمدتا همین 3 دلایل کمخونی است که در خانما وجود دارن. هر سیش اگر در نظر گرفته نشه ای به حالتی میرن که ما برشان maternal depletion syndrome میگیم یا سندروم یا ام الامراض. ام الامراض یه خلای غذا که وقتی که یک دختر در جوانی غذای درست نگیرن کمخونی مبتلا شد، در وقت مادر بودن ای کمخونی به شدت پیش میرن و بالاخره خلا واقع میشن. این خلا بسیار به سختی پر میشن. نو امیج است که ما میگیم که قبل از اینکه یک دختر به مادر شدن بره اینا باید وقایه باشن و از کمخونی کاملا آری، هیچ کمخونی باید نداشته باشن. نو این سی دلیل است که ما باید در خانما و دخترها در نظر بگیریم، بلخواست خانواده ما این باید بسیار متوجه باشن. خود دخترای جوان معمولا 2 عادت عام دارن، چون ما خودم استاد پنتون هستم و میبینیم دخترای جوانی که در فاکولته طب میاین بسیار علاقمند هستن اما میگن حافظه ما ضعیف و خسته هستم. درس وقت کتاب باز میکنیم خواب ما میگیره و کسل هستیم. بالکل، اینا دخترای جوان 2 عادتی که گفتم، یکی که معمولا درس که میخوانن وقت کافی برای خوردن ندارن. بله. دوم در خانواده معمولا نمیگن که ما باید زیاد غذا بگیریم، چون این یک قسم احساس شرم میکنن و امروز یک مودی غلط است، میگه گوشت نمیخورم که چاق نشم. ما میگم که گوشت بخو در پالویش ورزش کو، اما گوشت متوازن باید غذا بگیریم، گوشت به اندازه درست بخوریم تا کمخونی وقایه شویم و همچنان موادی که بر بدن ما مهم است که اونا را ما پروتئین میگیم او را هم گرفته بتانیم و از تمام خستگی از ضعف حافظه و همچنان از ضعیف بودن تصمیم گرفتن ما بیغم باشیم و یک شخص سالم در جامعه کار کنیم.
خب دکتر صاحب، راه های حل کمخونی آلخ متاسفانه دیگه تقریبا تمام دخترها و خانمها در افغانستان به کمخونی مبتلا هستند. آل راه های حلش چیست؟ چی کارهایی را انجام بتن که زمین کمخونی خودشان هم کمک کنن، نجات پیدا کنن به کمک دکتر صاحب؟ یعنی نمیشه که فقط دکتر صاحبای ما دوا بتن و اینا از کمخونی نجات پیدا کنن. پس خوب است که هم خودشان یک کار به نفع خود کنن و هم شما هستین. کدام راه ها را پیشنهاد میکنین که اینا انجام بتن؟ بسیار خوب. اصل جای می بود که ما خوش داشتم که تشریح کنم. راه های حل خوش دارم. بسیار خوب. ما دلایلی که گفتیم این را به دو کتگوری تقسیم میکنیم. اولین کتگوری ما کسانی هستند که اونا غذای متنوع نمیگیرن، و دوم کتگوری ما اونا هستند که یا ضایعات دارن و یا نیازمندیش بلند میرن. به هر سه کتگوریش اولین توصیه ماست که غذای متنوع بگیرن، و وقتی که غذای متنوع میگیرن اولین هدفشی باشن که غذا را باید با صحتمندی خود بخورم، نه به خاطر مزه، یا به خاطر پر کردنم، یا به خاطر پر کردن میدی خود. بالکل بسیار خوب گفتین. اصل تعریفی تغذیه را شما یا دوری کردین که میگه تغذیه، او را میگن که نه تنها به خاطر رفع گرسنگی و پر کردن میدی خود، بلکه نیازمندی های بدن را هم تأمین نماید، او را غذا میگن. خب اولین رای حلش ایست که ما غذای متنوع بگیریم. چی قسم عادت فعلی ما قسمی هستن که تنها یا ترکاری پخته میکنیم، یا تنها شوروا پخته میکنیم، یا تنها برنج. هر سیش غلط نمیگیم، هر سیش ضرورت به اصلاح دارن. وقتی که ما برنج پخته میکنیم، باید در او برنج غذایی باشن که اهن دارن، به طور مثال گوشت و سبزیجات. گوشت و سبزیجات و حبوبات یک جا در برنج اگر ما پخته کنیم، ضرورت نداریم که کتش نان بخوریم. همو شولی ترکاری که میگن بسیار خوش دارم، دوست دارم که یک چیز مزه‌دارم میشه و متنوع است. اولین رای حال شمیست که ما غذایی که میخوریم، هر غذا حداقل کمی گوشت باید داشته باشن. اگر کاملا گوشت باشن، اگر ما نخود پخته میکنیم دو هم کمی گوشت اضافه شوه، تا تمامی اهانی که در وجود دارن در نخود با گوشت قابل جذب است. اگر یک خانواده کدو را پخته میکنن یا کچالو را پخته میکنن، او هم گوشت اضافه کنن، به این معنی که امو اهانی که در کچالو که کمترین اهانی که در وجود دارن در کچالو باز مواد دیگه است، کتی گوشت او هم جذب میشن. اولین رای حلش ایست. رای حل دومش ایست که ما برای دخترای جوان خوشبختانه تابلیتی اهن فولیک اسید، تابلیت های کمخونی از طریق مکاتب شروع کردیم. این پروسه با هماهنگی با وزارت معارف و وزارت صحت هم مشترکاً پیش رفتن. اما قبل از اینکه بحث کنم، میایم مادرای خانم های حامله و شیردی را میگیم. به تمام خانم های حامله در طول حمل باید اینا امو تابلیت های کمخونی بگیرن. در تمام کلینیکا و در تمام شفاخانه رایگان برایشان داده میشن، پول سرش نمیدن. هر روز یک تابلیت کفایت میکنه، مثل نان بخورن، این دوا فکر نکنن، بلکه زمینی غذا را فکر کنن. امی یک تابلیت که خورد، خودش هم از کمخونی وقایه میشن و طفلش هم از کمخونی. امی تابلیتی که سالا از مادرها میگیرن، این تابلیت ها فعلا ما به دخترای جوان هم تجویز کردیم. دکتر صاحب، یک چیز را باید بگویم که قبلا بعض شایعات را اینا پخش کردن، بسیار کار خوب بود که از طریق مکاتب به دخترها همین تابلیت های کمخونی داده می شد. اما شایعات پخش کردن که گویا این تابلیت های کمخونی باعث از این میشه که داینده دختر خانم ها صاحب اولاد نشوند و عقیم شوند، که یک گپ بسیار جالب است که فکر نکنم هیچ گاهی یک تابلیت کمخونی باعث از این شوه که اینا را عقیم بسازه. شما راجع به این چی نظر دارین دکتر؟ وزیر صاحب محترم وزارت صحت ما و ما مشترکن مثل که گدایگیری کنیم، کشورهای مختلف میریم و اونا را قناعت میدیم که دخترای کشور 31% کمخون هستن. اگر امرای ما کمک کنین و این تابلیتی که به مادرها میدیم به دخترای جوان هم بدیم، بسیار با مشکلات ما می تا بودجه را پیدا میکنیم تا یک دختر در هفته فقط یک تابلیت بگیرن. مادرها هر روز یکیش میگیرن، اما دخترای جوان در تمام 7 روز یک کفایت میکنن. این کدام تابلیت جدید نیست، میتونن در بازارم بگیرن، اما به خاطری که نمیتونن بخرن، ما برای تمام مکاتب دادیم. متاسفانه
بعض شایعات منفی در کشور ما زودتر پخش میشن بله. و خوشبختانه که تلویزیون شما میتونن که امی کمک کنن به دخترای جوان ما که هیچ وقت شایعات منفی را قبول نکنین. ما به حیث دکتر، ما به حیث متخصص تغذیه و ما به حیث کسی که روز و شب ما به خاطر امی است که هیچ فردی ما کم خون نباشن بله. امی تبلت آوردیم، شما کوشش کنین که قناعت بدین تا تمام دخترای جوان هر رفته یک تبلت بگیرن. اگر کدام مکتب خسته تنبلی میکنن و یا نظمش خوبتر نیست، دخترها برای بگوین که این تبلیت برای خاطر ما هستن، به خاطر کمخونی ماست که ما وقایه شدیم از کمخونی. چرا تبلیت هر هفته برای ما نمیدین؟ ما خبر میشیم در بعضی مکاتب تنبلی میکنن، امی دخترها باید بخیزن و این تبلیت از مکتب خود بگیرن تا اینا زودتر از کمخونی وقایه شن. امی ضعف حافظه، خستگی دخترها و یا در تصمیم گرفتن که اونا ضعیف هستن و یا وقتی که میخیزن سرش چرخ میخورن و یا پایش درد میکنن، کمرش درد میکنن، این همه علتش کمخونی است. این شایعات منفی است و امیدوار هستم مثل که فعلا حل شدی مشکل تا یک حدی، فعلا مردم ما توسط مثل تلویزیون شما آگاهی گرفتن و اونا میفهمن که چقدر مفید است همین تابلت. امیدوار هستم که دیگه هم همین تابلت تمام دخترای جوان بگیرن، در ضمنش خانمای حامله و شیردی هر روز یک تابلت بگیرن. این رای حلش است. و ضمن یک اشاره دیگه من میکنم، ما به خاطر حل این مشکل در ارض خود اهن اضافه کردیم. این ما میگیم ارض غنی شده، فعلا کم است. اگر خانواده میخرن در مارکت پرسان کنن که برای ما ارد غنی شده بتن، مثل که در نمک ایودین اضافه کردیم، این شکل ما فعلا در ارد اهن اضافه میکنیم. اگر خانواده از ارد وطنی خود پرسان کنن و بگوین که ما ارد غنی شده کار داریم، شاید ای را زیاد بیارن در مارکت و ما از همی اهنی که در ارد وجود دارن از او هم مستفید شویم، کمترین اندازه ده وجود دارن تا و به این شکل میشه که دخترها و خانم هایی که به کمخونی مبتلا هستن نجات پیدا کنن. بالکل، اگر تانستیم آینده ببینیم که کمتر است امی تابلیت قطع میشه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب خانمای عزیز و شمایی که بیننده بودین، خدا کنه که از گپای دکتر صاحب به دقت شنیده باشین و معلومات را که راه کردن توجه شما را جلب کرده باشه و امید دارم که بعد از دیگه ما دختر و خانمی که کمخون باشه نبینیم و آیسته آیسته ای کمخونی از بین بره. فراموش نکنین در بخش بعدی هم ما دکتر صاحب با خود داریم و قرار است که راجع به ای که یک غذای کامل چی است و به چی گفته میشه به ما و شما معلومات راه کنن. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین به برنامه ما، امید که خسته نشده باشین. قسمه که گفتم دکتر صاحب با خود داریم و قرار است راجع به ای که غذای کامل چی است با ما و شما عرفای داشته باشن. غذای کامل چی است؟ ما به کدام غذای کامل گفته میتونیم؟ تمام ما و شما همیشه غذا میخوریم، آیا او یک غذای کامل است یا خیر؟ پس بیاین که از دکتر صاحب بشنویم. دکتر صاحب غذای کامل کدام غذا است؟ قبل از او ما فقط یک حرف و کلمه که خودا که همیش ما تکرارا میگم که هیچ وقت دوار اجازه ندهید مثل غذایتان باشد، یعنی هر روز بخورید بله. همیش اجازه بدهید تا غذایتان دوا شود دوا و شما را وقایه و صحتمند نگاه کند. غذا در تعریفش قسمی که یک یادوری قبلا نکردیم، تمام مواد جامد و مایعی که از طریق دان گرفته میشن و نه تنها رفع گرسنگی ما بلکه نیازمندی های بدن را هم تأمین میکنن، او را ما غذا میگیم بله. اگر ما بریم و وظیفه غذا را ببینیم، بعد از اون ما میتونیم که غذا را به طریق درست بشناسیم. عمدتاً غذا سی وظیفه عمده دارن و وظیفه سومش ما همیش فراموش کردیم و امروز است که ما دوباره سرش تاکید میکنم. وظیفه اولش انرژی است، تهیه انرژی، امی که ما شما هر روز حرکت میکنیم از برکت امو غذا است که ما میخوریم، از برکت امو غذا است، امو تیل است. مثل که موتر در تیل حرکت میکنن، ما غذا هستن که ما را حرکت میدین. همچنان دماغ ما با انرژی بی حد زیاد ضرر دارن. اگر در ظرف چند دقیقه انرژی به دماغ ما نرسه،
ای با سستی و تأخر عقلی مبتلا میشن که یک شخص نمیتونه که به درستی قضاوت کنن. همچنان وقتی که ما احساس میکنیم بلخواست باز همه میره میگیم که دخترای جوانی ما که در پنتونای مختلف درس میخوانن و درس میدم در نو دابجه میگن سردرد هستم. این سردردیش یمی علت است که انرژی کافی به دماغش نرسیده. بله. او از سردردی شکایت میکنن و علتش اصلی چیست؟ که اونا صبحانه نمیگیرن. بله، اکثرا خود ممکستم پیش پنتون جای برم اما صبح وقت دل آدم نمیشه که یک چیز بخوره و طرف های 10 بجه 11 بجه که میشه یک سردردی و خستگی رخ میده. دلیلش امو نخوردن صبحانه است. بلکل. خب یک وظیفه شمیست که تهیه انرژی است که خورده حرکت است، گپ زدن است و حتی وقتی که ما شب استراحت میباشیم 50% انرژی ما اما حرکات و یا متابولیزم اساسی به مصرف میرسند که شریان های ما در حرکت هستند، جریان خون، قلب ما در حرکت هستند و اعضای مهمی بدن در حرکت است و همه به انرژی ضرورت دارند و 50% انرژی ما خارج از اعضای داخلی بدن به کار میآیند که ما میزنیم، ما میشنویم، ما میبینیم، ما فکر میکنیم، درس میخوانیم، حرکت، ورزش و اینها فعالیت‌های فیزیکی ما که است به انرژی ضرورت دارن. دوم وظیفه رشد است که حجرات و انساجی که ما ضرورت داریم که او را رشد بدهیم، غذا باعث میشه که او را رشد بدهند، ضمنم به خاطر ترمیم حجراتی که از بین میرن. به طور مثال جلد هر شخص از 2 الی 5 روز تخریب میشن، اما جلدی که زیاد مواجه با بله صدمات خارجی میشه بلکل. زیادتر تخریب. نرمال، حتی نرمال همین جلد ما زیادتر جلد دست و پای ما که زیادتر مواجه با اصلا با زمین و یا با چیز داده خود به خود از بین میره و دوباره ترمیم میشه. این همه ضرورت به غذا دارن که ما غذا بخوریم و این حجرات و انساج ما را ترمیم کنند. وظیفه سوم که قبلا گفتم که ما او را فراموش کنیم، وقتی که ما غذا میخوریم هیچ وقت در فکر او نیستیم که وظیفه سوم غذای ما که بسیار مهم است چیست. شما حتما به این مورد فکر کردیم که غیر از دو وظیفه چی شاید باشند؟ من به می فکر استم که وظیفه سومش چیه؟ این همیالی که ما را میبینن شاید متوجه باشند که چی کدام وظیفه است که ما یکقدر معطل شدیم. معافیت است. معافیت است. مقابله در مقابل امراض است. اولین پیامی ما این بود که اجازه بدهید غذایتان را که دوا باشند. بله امیز. وقتی که ما غذا میخوریم و میره فکر کنیم که در این غذا آیا مواد غذایی وجود دارن که باعث میشن تا در مقابل امراض مقابله کنن و یا محافظه کنن و یا معافیت ما را بلند ببرن. چون یک از امراض هستن که ها مسئول چی میگن در طبابت میگن که انوایرمنتال انتیروپاتی یا امراضی هضمی که از محیط ما او را میگیریم. همین چوکی اگر یک شخص آمد و دست خدا به این چوکی در تماس کرد اما دست او پاک نبود، بله امید دستی که ما خودم اینجا در تماس شدم مرض از اینجا ما گرفتم، امید دروازه‌ای که ما باز میکنم از اینجا مرض اگر کسی دیگه قبلا آمده بود او مرضی که یا دستش که پاک نبود امون مرض از دستگیر ما میگیرم و وقتی که غذا میخورم او مرض داخلی بدن میشن. ایست که ما باید خودم محافظت کنیم و این توسط غذا میشن و ای که در غذا کدام مواد وجود دارن می شما بحث کنیم و همین موضوعی که شما قبلا پس وقتی که ما غذا میگیریم باید به این فکر نباشیم که ما معده خود پر بسازیم و سیر شویم، بلکه باید به این فکر باشیم که ما عمو منرال ها و ویتامین ها و تمام مواد مورد نیاز بدن خود مرفوع بسازیم تا مقاوم باشیم، هم انرژی کافی داشته باشیم و هم یک انسان صحتمند داشته بلکل. باشیم و امی که یک انسان صحتمند و سالم باشه در کل ما یک جامعه سالم هم داریم. بسیار خوب، ما این را میگم که کسی که غذای درست میگیرن او شخص خوش تیپ میباشن. بله. او وقتی که با ما روبرو میشن از پیشانیش یک قسم خوشی، یک قسم تبسم دیده میشن، مثبت میباشن، شاد میباشن. این را ما میگیم که غذای درست گرفتن. امی که کسی قار بود
خفه بود، گیله میکرد، شکایت میکرد، غذاش درست نیست. یا حتماً یک کمبود داره؟ بلکل، حتماً یا کمبود آهن داره مثل قبل دوری کردیم، یا ویتامین بی که چندین قسم ویتامین بی داریم، و یا ویتامین سی و یا دیگه مواد مغذی که ما باید او را بگیریم، کمبودش داریم. آنی میاییم سر اصل موضوع، اصل سوال شما که غذا غذای کامل چیست؟ بله. وقتی که ما سی وظیفه را در نظر خود گرفتیم، غذای کامل ما با دو بخش تقسیم بندی میشن. یک بخش غذای ما او غذا هستند که روزمره ما او را به اندازه زیاد ضرورت داریم، که او را در علم تغذی ماکرو نیوترینت یا اجزای بزرگ غذایی میگن. او عبارت از سه نوع است. یکیش انرژیزا، برنج، کچالو، نان، مکرونی، آش، این همه از یک خانواده است که انرژی میتن برای بدن. دوم رشد که میتن، اونا عبارت از پروتین است. بله. گوشت، نخود، لوبیا، ماش و در تمام حبوبات، سویا، تمام حبوبات اینا پروتین دارن و ما ضرورت دارن که او را هم بگیریم. و سومش شحمیات است یا روغن باب است که ما در دیگ خود داریم و همچنان از مغزیات هم میگیریم. این سه کاتگوری در اجزای بزرگ غذایی میآیند که هر روز ما از 200 الی 300 گرم باید بگیریم. اما بخش دوم ما که هر روز ما به اندازه بسیار کم ضرورت داریم اما بی حد مهم است، باید بگیریم. حالا ما اجزای کوچک غذایی یا قبل شما یادآوری کردیم ویتامین مینرال است. بله. ویتامین و مینرال مواد غذایی هستند که کمترین شما ضرورت داریم. به طور مثال قبلا گفتم آهن یک شخص کاهل در حدود 9 میلی گرم ضرورت دارند. 9 میلی، یک گرم هم نی، بلکه 9 میلی یا 11 میلی یا 2 میلی گرم ضرورت دارند. در حالی که برنج و کچالو یا کربوهیدرات ما با 100 الی 200 الی 300 گرم ضرورت داریم. نیرم میگن اجزای کوچک غذایی که در اون مینرال و ویتامین است. در مینرال و ویتامین که ما کمتر ضرورت داریم، مهمترین موضوعش هستن که ما باید هر روز را بگیریم. دو قسم مینرال ویتامین است. یک قسم است که جمع میشن، ذخیره میشن در داخل بدن. جذب میشن و یکیش که نمیشن. نمیشن و ذخیره هم نمیشن و روز ما را باید بگیریم. مانند ویتامین سی. ویتامین سی در داخل بدن هیچ وقت جذب نمیشن، ذخیره نمیشن. باید هر روز بگیریم. اما کمترش اگر گرفتیم ضرورت بدن ما پورا میکنن. آن وقتی که ما یک غذای سالم میگیم یا غذای مکمل میگیم، این ما در طبابت یا در تغذی دو اصطلاح میگیم، غذای متوازن و غذای متنوع. وقتی که متوازن باشن، یک شخصی که زیاد کار میکنن باید غذای زیاد بگیرن، یک مادری که نیازمندیش زیاد هستن باید غذای زیاد بگیرن، و دوم متنوع بگیرن. ما یک اصطلاح را معمولا میگیم که هیچ وقت باید کچالو با کچالو با کچالو نخوریم. بله. در حالی که ما میخوریم او چیست؟ با برنج، کچالو و نان میخوریم. هر سیش یک فامیل، یک فامیل و یک بخش غذایی است. از دکتر صاحب قسمه که ما از گپای شما گرفتم، غذای کامل با غذای گفته میتونیم که هم شحمیات، کربوهیدرات، منرال ها، ویتامین ها، پروتین، آهن و تمام چیزهای مورد نیاز بدن ما در او باشه، شامل باشه. بلکل. امی که قبلا یادآوری کردم و دوباره میگم که ما مثالش در شعله ترکاری میگم. بله، که اما مواد در خود داره و شعله خودش کربوهیدرات دارن، امرایش اگر گوشت و نخود باشن ای پروتین است. بله. در داخل شعله اگر ما زردک داشته باشیم، گشنیز داشته باشیم و مطر داشته باشیم، اینا ویتامین و مینرال دارن. بله. اینا میگن غذای کامل. اگر ما دیگه ببینیم میگن شوروای ترکاری. این هم یک از غذاهای کامل هستن که اوش نمیگیم. وقتی که ما شوروا میخوریم، بالخصه به مادرای شیردی و یا مادرای که نو ولادت کردن، متاسفانه در خانواده رواج است که تنها شوروا میتن، که دل او را میگیرن، بالاخره خسته میشه از او شروع. شروع فکر کنن که مایه است، مثل بله. که او میخورن، غذایش باید دیگه باشن، شروعش مایه باشن، غذایش مثل، یعنی میشه که امو مثلا شوله را در مو شروع پرتن. بالکل پرتن، یا امو شروع را در گلاس نوشی جان کنن. بله. مثل ایر اوش باشن. آها. و بعد از او امو شوله را که تمام غذا باشن و ای که میگه ای سرد است،
ای گرم است. تغذیه ای چیزا وجود ندارن. ای در کشور ما رایج است. تمام شایعات است که از طرف بزرگای فامیل داده میشه. دکتر سیبار که میبینن. بله. بالکل. وقتی که میان کلینیک میگه پریزی ما چیز. ای یک اصطلاح هستن که رواج شدن. پریزی مریضا غذای زیادتر بگیرن و پرهیزی مادرای حامله و شیردی غذا هستن که اضافه تر بگیرن. من یک اصطلاح را دیگه معمولا یادآوری میکنم که او هستن نمک. قبلا گفتم که کسی که غذای خوب میخوره او شاد میباشن، همچنان کسی که نمک زیاد میخورن شاد نیست، او دشمن قلب است. به خاطر که نمک سودیم دارن و سودیم مانی جذب پتاسیم میشن، پتاسیم میکشه اجازه نمیتن. پتاسیم دوست قلب است و کسی که نمک میخورن اونا هیچ وقت محبت کردن نمیتونن. علتش هم اینه که کسی که در دسترخوان نمک داشته باشن، من میگم که نوشابه و نمک چیزایی هستن که شما خودت دوست ندارین، ما هم دوست ندارین، اینا اصلا محبت یاد ندارن. اگر هر شخص میخواین که در کشور با خوش و یک شخصی سالم باشن، نمک کمتر استفاده کنن، نوشابه کم هیچ استفاده نکنن و غذایشان متنوع و متوازن باشه. انشالله دوستایی که دیدن گپای شما را عملی خواهد کردن و بعد از این انسانای شاد و مثبت خواهد داشتیم. انشالله. بسیار زیاد تشکر از اینکه تشریف آوردین و برنامه ما را زیبا ساختین. خوش باشین و همچنان ما از شما و تلویزیون شما تشکر میکنیم که این قسم برنامه عامه شما در برنامه خود میگیرین. تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردین. دوستا یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. رسیدیم به بخش رازهای خانما و ما با خود دکتر صاحب تمکین ایوبی امان، متخصص نسایی ولادی و التراساوند با خود داریم. قرار است راجع به کیست‌های تخمدان برای شما خانم های عزیز معلومات داشته باشند. خوش آمدین دکتر صاحب به برنامه ما. زنده باشین مریم جان. سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده‌های محترمتون که ما را تماشا میکنن. سلامت باشین دکتر صاحب. دکتر صاحب خوب است که ابتدایی را بفهمیم، ما و دوستایی که بیننده هستن را بدانیم که کیست خودش چی است. بسیار خوب مریم جان، کیست خودش یکی از توده های سلول های نابهنجار میباشه که در تخمدان ها موجود میباشه و یک رشد سریع و یعنی خلاف که باید دهمو سیر حرکت کنه می داشته باشن که یک کیست می سازن، اونا مو را یک کیست میگن که یک عامیانه تر اگر صحبت کنیم ما شما که تمام خانمای ما بفهمن. بله. دقیقاً امو چرک یا توده هایی که به وجود می آیه او تداوی نمیشه، یعنی خانمای ما توجه نمی کنن، بالاخره به یک لوله تبدیل میشه یا یک برآمدگی، اونا مو را بله کیست بله. میگن دکتر صاحب، یعنی به شکل یک کیسه میتونیم گفته در یک قسمت جمع میشه و چرک و چیزایی که توجه نمیکنن و تبدیل به کیست میشه. دکتر صاحب دلیل از این که کیست تخمدان به وجود میاد چی است؟ مریم جان دلیل های بسیار زیاد داره که ما یک چند نوشه میگم براتون. در قدم اول کیست تخمدان ها پیش خانمایی که عادت ماهواره نامنظم میداشته باشن پیدا میشه، خانم هایی که اولین بار عادت ماهواره خود در سین بسیار پایان دیده میبینن، یعنی بله. پیدا میشه بر اولین بار پیش از واز زیاد دیده میشه، نزد خانم هایی که سنشان بالا میره یعنی در حالت منپوز میرن، یعنی بازم نمیخوایم اصطلاحات طبی استفاده کنم مریم جان، بعضن یعنی قطع عادت ماهوار پیدا میشه، خانم هایی که به خاطر اقامت یا بی اولادی تداوی بسیار زیاد میکنن، دواهای یعنی دواهایی را میگیرن که خلاف اونمو مرض میباشه استفاده میکنن، بعضن از تداوی های خانگی استفاده میکنن، خانم هایی که به خاطر زیبایی بعضن از دواها استفاده میکنن، خانم هایی که دیگه مشکل میداشته باشن تقریبا دو دوا را که مترادف میباشه با هم دیگر استفاده میکنن، یعنی علت های بسیار زیاد داره که ما یک چند علت شه که همیاله هست براتون. دکتر صاحب یک موضوع بسیار جالب به فکر ما افتاد که یک بار ما شفاخانه رفته بودیم به خاطر کارهای عملی خود و یکی از دخترها که موجه بود ایره گفت که امی گوشت مرغ خودش باعث ازی میشه که کیست به وجود بیاید. آیا این حقیقت داره؟ گوشت مرغ میتونه باعث ازی شوه که کیست در نزد دخترها و خانم‌ها به وجود بیاره؟ نه خیر مریم جان، این کاملا شایعات است، اصلا وجود
وجود نداره، هیچ خوراکه یعنی هیچ غذایی نمیتونه که باعث تولید کیست شوه. به خاطر از اینکه از شایعات ما، حتی شما گوشت مرغ شنیدین، ما بسیار کسایی را، ما مریضایی را داریم یا کسایی را داریم که با ما تماس میگیرن میگن که گوشت ماهی که بسیار یک ماهی خودش بسیار مفید است، خصوصا برای خانم ها، برای دختر خانم ها، برای همه بسیار مفید است. اینا یک حساسیت تام دارن، اینا میگن نه، ما اگر ماهی بگیریم یا گوشت مرغ بگیریم، چون هر روز در جمله گوشت های سفید میره و بسیار مفید هم است، میگن کیست تولید میکنه، اصلا بسیار مفید هم هست. بله دکتر صاحب، تا جایی که ما دیدیم علاوه بر اینکه خانم ها مبتلا به کیست تخمدان میشه، متاسفانه دخترای بسیار زیاد هم هستن که مبتلا به کیست تخمدان هستن و متاسفانه فرهنگ ما مقدر بلند نیست که اگر اینا پیش دکتر نسای ولادی مراجعه کنن، تمام جاش پراگنده شایعات منتشر میشه که چرا دختر فلانی نفر پیش دکتر نسایی رفته، دلیل از چی بوده؟ و از امی ترس اینا بیچاره متاسفانه دیگه نمیتونن برن پیش دکتر سایبای نسای ولادی هم، و اما تا با مو درد شدید که میداشته باشن میمانن. دکتر صاحب دلیل ازی چی است که نزد دخترها هم کیست تخمدان به وجود میایه؟ مشکل جدی مریم جان شما گفتین اینمی هست که دخترای ما در فرهنگ ما اجازه ندارن پیش دکتر سایبای نسای ولادی برن و دوا بگیرن، حتما یک شورمشور در خانواده برام افته که چرا رفت. و خود بعضی از دختر خانم ها هم وقتی که اینا در جریان عادت مهار یا قبل از عادت مهار یا بعد از عادت مهار یک درد شدید و یا خفیف احساس میکنن، اینا برای مادرای خود نمیگن یا برای خواهر بزرگ خود یا برای مادر کلان خود، خلاصه هر کسی که در خانه هست نمیگن، یعنی یک شرم می داشته باشن. بعضی ما دیدیم در خانه هم باز بزرگای ما و شما به یک دستن که ما هم در سابق همطور بودیم، تو هم یک درد است که در عادت مهار میاد دوباره میره. خوب است که از چیزهای گرم استفاده کنیم، باش تو چاوه بخوریم، چاوه و بعض از دوای یونانی استفاده کنیم، بخوریم جور میشین. بله مریم جان، به او خاطر بسیار خوب است که فعلا ما بسیار رسانه ها داریم، شکر رسانه های هم تصویری هم رادیویی داریم. بله. و هم بسیار تبلیغات بسیار خوب داریم، میشه که دختر خانم ها حتی خانم هایی که ازدواج کردن اینا هم می داشته باشن، اینا باید متوجه باشن پیش دکتر مربوطه خود مراجعه کنن، دقیق معاینات شون، بعد از او تداوی بکنن، برازی که باز بالاخره کیست بسیار زیاد وقتی که وخیم شوه، شما میفهمین که خدا نکنه باز مبدل میشه به کانسر یا به سرطان ها بزن تبدیل میشه، که متاسفانه دیگه باز تنها رای علش همیست که مکمل رحمش برداشته شد یا رحم یا تخمدان ها. فرق میکنه که در کجا هست و نظر به رشد سریع خود کیست. دکتر صاحب یک موضوع دیگه که میخواستم بگویم برتانی است که چرا زمانی که یک خانمی که ازدواج کرده وقتی کیست تخمدان میداشته باشن به او دوای ضد بارداری داده میشه و یا گفته میشه که تو نباید عمل بگیری، و امیر یک خواهرم که در هرات است به ما پیام داده بود و گفته بود که ما دیگه دوا را قطع کردیم نمیخورم به خاطر که من میخوام طفل داشته باشم، اما دکتر صاحب به ما دوای ضد بارداری میتن و نمیمونن که من حمل بگیرم. تشکر مریم جان از سوالتان، ما هم سلام تقدیم میکنیم خدمت از خواهر ما که بسیار زیاد ناامید شدن. تداوی ها فرق میکنه، یکی از تداوی هایش همیست که کیست، من نمیفهم که کیست، از اونا چه قسم بوده، در کدام قسمت موقعیتش در کدام قسمت بوده و یا ای که قابل تداوی بوده و یا ای که عمل. بعضی کیست ها خو این شما میفهمین که عملیات هم کار داره، یعنی جراحی باید شوه، به او خاطر فرق میکنه. اگر اینا از کانتراسپتیف ها یا دوای ضد بارداری که استفاده کردن، حتما دکتر سه به مربوطیشان تشخیص کرده که چی باید بگیرن، حداقل 3 ماه باید زیر تداوی باشن، بعد از او اجازه دارن که اینا حمل بگیرن. با یکی با وجود که در پالی از یکی کانتراسپتیف میگیرن، دیگه دواها هم برشان تجویز میشه. و اگر احیانا اینا هیچ مشکل ندارن و به خاطر بعضا کیسا باعث دعوال هم گفتم که یعنی عادت ماهوار غیر منظم میسازه، بعضن بازم اصطلاح آمیانه را میگم، پس افتاد و یا پیش افتاد، بازم آمیانه تر صحبت میکنم، میداشته باشن به او خاطر، شاید به خاطر منظم شدن عادت ماهوار یا به خاطر کیستا داده باشن، چون من مریض ندیدیم نمیفهم، اما برشان همه قدر میگم چیزی که دکترشان اگر تشخیص دقیق کرده باشن تداویشان ادامه بدن. بعد از او ما کیستایی داریم که بسیار زود نتیجه میده، بسیار زود تداوی میشن، خوب میشن، مریض میتونه حمل بگیره، اما کیستایی داریم که باز یکمک
تداوی دوامدار کار داره و حتی بعضا عمل جراحی هم کار داره. بله، یعنی داشتن کیست به این عنوان نیست که مریض خدا نخواسته عقیم شه دیگه طفل به دنیا آورده نتونه. نه نه اصلا این گپ وجود نداره، حتما انشالله تداوی میشن، کیستشون برطرف میشه یا رشد میشه، انشالله که خوب میشن و حمل میگیرن. و متاسفانه دکتر صاحب امی خواهر ما فروغ جان که نامشان است بسیار افسرده هم شدن و رنج میبرن که گویا دیگه ما طفل دار نمیشم، دوایی رام که میخورم یک دکتر صاحب برام دوای ضد بارداری میته، یک دکتر صاحب میگه نخیر مشکل نداری میتونی عمل بگیری، امی گپا کلش باعث ازی شده که برن طرف افسردگی و مریض را تاثیر میکنه. به خاطر که دعوتن ما شما اگر خواهی نخواهی وقتی که خانم یک دختر خانم وقتی که ازدواج میکنه اگر طفل زود به دنیا نورد یک کلان شایع است که چرا بسیار وجود داره که ما چهار اون پیمال بودیم. بله اما اینکه چی مشکل دارن خودشان حتی شوهرها تنها مشکل برای خانم‌ها نیست، آقایان هم میتونن مشکل‌ها را داشته باشن که دارن هم این که مراجعه نمیکنن موضوع خودشان است، اما زود افسرده نشن، زود مشکل نیست، کوشش کنن با یک دکتر که اما بازم میگم یعنی خوب سرشان اعتماد کنن و یک معاینات دقیق اجرا کنن بعد از تداویشان انجام بدن، انشالله که خوب میشه. و دکتر صاحب به خاطر از اینکه دخترها و خانمها پیشگیری از این کیست تخمدان کنن کدام راه های وجود داره؟ مریم جان اصلا راه های زیاد وجود داره. خب گرچه من گفتم که زیاد خودم و سلول ها است که یک رشد بسیار سریع می داشته باشه، اما بعضا نظافت پیش خانم ها بسیار زیاد مهم است. یعنی دخترها حتما به سن بلوغیت که برسن عادت محور میشن. اینا بعضا نظافت خود درست مراعات نمی کنن. به این منظور یک تعداد بازم گفتم خانواده را در جریان نمی مانن، خودشان هر چی که گرفتن و هر چی که استفاده کردن عفونت میکنن، یعنی چرک میگیرن به او خاطر. و بعضا حتی پایین بودن مقاومت عضویت هم باش میشه و کسایی که مشکل گرده دارن بله. یک چرک گرده، یک سنگ گرده و یا و ایچی میشه مسانه، کسایی که سیستاج دارن یا مشکل مسانه دارن باز هم آمیانه میگم سوزاک میباشن، مریضا ایرام نمیتونن که بگوین، حتی خانما نمیتونن بر شوهر خود بگوین، بر مادر خود بگوین، بله. به فامیل خود بگوین، پیش دکتر هم مراجعه نمیکنن، همه یا دست به دست هم میتن، امکان داره یک مریض یکی از مشکلات را داشته باشه، بالاخره باز یک کیست پیدا میشه و کیست هم تداوی نمیشه و حتی واقعا هم بعضن باعث عقیم شدن موقتی نزد خانم ها میشه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. کیست تداوی داره مو، یعنی از گپای شما که گرفتم به بهترین شکلش یعنی انواع مختلفش میتونه بهترین تداوی ها را داشته باشه، پس جای از این ناامیدی نیست که اصلا. اینا ناامید شن و بگوین که ما تداوی نداریم و به گفته امو چند خانمه که به اینا بعض گپا را میزنن به گفته امونا کنن و رو ببرن به برخی از ملا صاحب ها که بسیارشان بازی هم میتن متاسفانه. بله، خانم های بیچاره را خوب است که به دکتر صاحب ها مراجعه کنن و تداویش به شکل استاندارد و طبی انجام بتن. بله. دکتر صاحب بهترین تداوی به خاطر کیست در نزد دخترها و خانم ها کدام تداوی است؟ من قبلا هم گفتم مریم جان. بله. تداوی ها مختلف است، حتی تشخیص دکتر صاحب ها هم مختلف است. ما همیشه نظر مهی است وقتی که یک دکتر با یک مریض مواجه میشه، مریض بعد از خداوند امیدش به دکتر است و دکتر هم یک وسیله از طرف خداوند بر مریض است، یعنی اول دکتر مسئولیت خود احساس کنه که من یک وسیله هستم از طرف خداوند که باید چه قسم اینمی وسیله بودن خود انجام بدم. رویه بسیار خوب، مشاهده بسیار دقیق، وقت دادن بر مریض. بله. که مریض اما حال دل خود بتونه بگویه، نه که مریض مراجعه میکنه دو کلمه که گفت دکتر میگه برو که مریض بعدی مراجعه میکنه یا تو بسیار. بله. گپ زدی یا تو از اینجا شروع کردی به کجا ختم کردی، دقیق بشنوه که مریض چی میگه، بعد از اون میتونه یک معاینات بسیار دقیق هم در یک لابراتوار بسیار مطمئن، یک سونوگرافی یا اولتراساوند. بله. یا معاینه تلویزیونی کرسش یک چیز است، آمیانه هم گفتم که یعنی معاینه تلویزیونی هم میتونه تشخیص کنه، معاینات هم میتونه تشخیص کنه، بعد از او با مریض میتونه هم درد باشه، هم کار باشه، تشخیص قطعی کنه، تداویش تقریبا گفتم بازم به یاری خداوند، اگر کیستای خردتر باشه ساده انشالله که تداوی میشه و اگر عمل جراحی هم بود که دا مشکل نداره جراحی صورت میگیره و انشالله که خوب میشه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، ما یک بار شنیدم که گفتن که امی کیست هایی که بسیار خرد هستن، وقتی که امو خانم یا دختر خانم که هستن، اونا که وقت عادت ماهوار میشن، او کیست خودش از بین میره با شروع امی عادت. خوب شد تو موضوع را شما یادآوری کردی مریم جان. بعضن ما هر برآمدگی یا هر امو چه قسم برتون بگم، یک کلوری که احساس میکنه، هر چیزی که لخته شده او را ما کیست گفته دیگه نمیتونیم. بعضا خود آزاد شدن تخمه ها او را کیست. تشخیص دقیقه التراساوند یا ماین تلویزیونی میکنه. دکتر صاحب التراساوند ما که خودم هم یک دکتر التراساوند هستم، باید بسیار دقیق باشن در قسمت تشخیصی که آیا کیست هست، کدام نوکیست هست، در کجا هست و چی رقم است. گفتم بعضن آزاد شدن تخمه هم، اما تو یک چیز نشان میده که باید با این مغالطه نشوه و تشخیص دقیق شوه که هم مریض سرگردان نشوه و هم دکتره که مربوطش مریض میشود زیر تداویش است. بسیار خوب. دکتر صاحب، امو جمله یا کلمه خو گفته نمیتونم، جمله طلایی شما برامی خانم ها و دخترها چی است؟ من همیشه بر خانم ها یک توصیه میکنم یا یک نظر میتونم، توصیه نمیتونم بگویم بخاطر که همشون خواهرای ما هستن، من یک نظر میتونم. لطفاً با کوچکترین عرضی که پیشتون پیدا میشه، حتی درد میداشته باشه، ببینید من عرض برشون خانم ها و دختر خانم ها میگم، درد های بسیار شدید میداشته باشن در عادت ماهوار، حتی قبل از عادت ماهوار و بعد از عادت ماهوار، افرازات میداشته باشن، عادت ماهوار غیر منظم پیشون پیدا میشه، عصبانیت پیدا میشه، اما بعضن کمخونی ها هم فکر کنین که چقدر سر مریض، یعنی تاثیر سو داره که باعث عقیم شدن میشه و مراد کردن نظافت که جز ایمان هم هست بر هر دختر خانم و هر خانم و هر فرد مسلمان فرض است ای را زیاد مراد کنن و به مجردی که اینا با امطور یک عرضی که من قبلا گفتم مواجه میشن، با یک دکتر متخصص نسای ولادی باید امی مشکلات خود در میان بگذارن، انشالله که اینا تشخیص میشن، تداوی میشن و کسی که بخوای حمل بگیره انشالله باردار میشن و کسی که هنوز ازدواج نکرده اینا هم سالم و بسیار خوب میتونن در آینده یک ازدواج سالم داشته باشن. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردین و ما مطمئن هستم بعد از شنیدن گپای مفید شما خانم ها و دخترها لیره فهمیدن که کیست چی است و چگونه اینا خود وقایه کنن و اونایی که مبتلا شدن چگونه جلوگیری کنن از اینکه او پیشرفت کنه. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. تشکر مریم جان از شما. خواهش میکنم. خب دوستا، حالا طبق معمول میریم پیام صحی ای هفته خود با هم یک جا تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. سلامت مادر و کودک با فاصله گذاری مناسب بین فرزندان تأمین میگردد. در این بخش میپردازیم به مستحکم نگه داشتن ناخونها. داشتن ناخون محکم و زیبا برای بسیاری از خانم ها موضوعی بسیار مهم است. ناخون بلند، محکم و زیبا تأثیر فراوان در زیبایی دست دارد. حالا ببینیم که چگونه می توان ناخون های دست و تقویت کرده و استحکامی بیشتری به آنها بخشید تا هم امکان شکستن آنها کمتر شود و هم ظاهری زیباتری داشته باشند. مهمترین علت ضعف و سستی ناخون ها کمبود مواد معدنی می باشد. هرچند عوامل میکروبی و باکتریایی هم در موارد دخیل هستند، برخی از عوامل ضعف و شکنندگی ناخون ها عبارت اند از کمبود مصرف کلسیم، ویتامین ها روی سایر مواد معدنی باعث ضعیف و شکسته شدن ناخن ها می گردد. استفاده مکرر از شوینده های به خصوص انواع سفید کننده. قرار گرفتن ناخن در معرض تابش آفتاب و خشک شدن زیاد آن. استفاده فراوان از استون و انواع لاک. قرار گرفتن ناخن در مایعات دارای خواص اسیدی. مشکلات هورمونی خصوصا مشکلات عملکرد تیروئید. کمخونی و مشکلات فقر آهن. جلوگیری از خشکی ناخون با استفاده از روغن زیتون. مصرف مواد غذایی مفید و سالم و حاوی ویتامین ها و مواد معدنی گوناگون و خصوص منگزیم برای دریافت روی گوشت های کم چرب میل کنید. بهترین روش دریافت روی روزانه مصرف گوشت است. ماهی ها بهترین منبع این ماده معدنی محسوب می شود. عدم استفاده از استون به صورت مکرر. ا
رسیدیم به پایان برنامه ای هفته ما. امید که از موضوعاتی را که ما انتخاب کرده بودیم در این هفته برای شما جالب و مفید واقع شده باشه. تا ای که هفته بعد باز ما هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، امید دارم که همیشه خوشحال باشین و شاد باشین. خدا نگهدار همه شما.